سپاسگزارم. به نامه های هموطنان اشرف نشان از داخل ایران، پیام هاشون رو با نامه یکی از دانشجویان از تهران به نام حسن شروع می کنیم که اینطور می نویسه: این حمایت های بین المللی که مجاهدین به دست آوردند خیلی مهم است. مجاهدین به خاطر ایدئولوژیشان و تفکری که دارند حتما موفق می شوند. اگر اشرفی ها در اروپا پراکنده شوند، واقعا رژیم دیگر بدبخت می شود. این کس نخوردی که مسعود رجوی گفت واقعا یک مسئله اجتماعی است. مجاهدین به خاطر تفکر والایی که دارند موفق می شوند. هر گروه دیگری که بود بعد از این همه فراز و نشیب موفق نمی شد. به راستی تنها کسانی می توانند موفق شوند که هدف و ایمان و اراده داشته باشند. اکرم از بابل: حملات موشکی رژیم به اشرف بیانگر درماندگی رژیم آخوندی است که در مقابل اقبال بین المللی مجاهدین تنها راه چاره را توسل به این گونه اعمال تروریستی یافته که البته اثبات کننده افلاس می باشد و نه چیز دیگر. مهدی از قزوین: سلام و درود بر اشرفیان. اینجا همه عاشق اشرفیان هستند. عاشق به معنی واقعی کلمه. ما خبرهای اشرف را به طور مرتب دنبال می کنیم. این جنایتکاران حتی به بیماران خاص که نیاز به شیمی درمانی هم دارند اجازه درمان نمی دهند و بالاخره با موشکباران اشرف نشان دادند که چقدر می ترسند و بچه های اشرف همیشه خاری در چشم این رژیم بوده و هستند. درود مجدد به همه گیشون. پروانه از خرم آباد: بچه های اشرف خسته نباشید، ما شرمنده شماییم. واقعا شما عزیزان به ما دلگرمی می دهید. مطمئنم که ما پیروز می شیم. دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین در دانشگاه هرمزگان فیلمی رو از فعالیت‌هاشون در حمایت از اشرف برامون فرستادند. در پیامشون نوشتند: سلام، ما جمعی از دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق بعد از حملات موشکی به ساکنان بیگناه اشرف در محکومیت این عمل ظالمانه با دوستانمان مشغول فعالیت هستیم. درود می‌فرستیم به دانشجویان دانشگاه هرمزگان، هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و فیلمی رو که برامون ارسال کردند با هم می‌بینیم. باز هم پیام ها و نامه هایی از داخل کشور خواهیم داشت که در ادامه برنامه با همون ها رو خواهیم خوند. این شایان از کرج: پیروزی اشرفیان دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. اخبار رو از تیمای آزادی دنبال میکنم. هرچند که شرایط پیچیده است اما جابجایی به اشرف جدید 100 برابر بیشتر به ضرر رژیمه، به خصوص پراکنده شدن مجاهدین در اروپا. خیلی بعید میدونم رژیم زیر بار چنین چیزی بره، اما بالاخره این اشرفه که پیروز میشه. علاوه بر پیام ها و نامه هایی که هموطنانمون از داخل کشور برای ما ارسال میکنن، در سایت ها و فضای مجازی داخل کشور هم در مورد موضوع اشرف هموطنانمون فعال هستن. چند تا از نمونه هاش رو اینجا براتون آوردیم که میخونیم. مثلا هموطنی مینویسه: درود بر اشرف و اشرفیان قهرمان ایران زمین که سیدعلی آخوند و مالکی را بی آبرو ساختند. یک هموطن دیگه اینطور می نویسه: آن چیزی که مشهود است ترس و واهمه رژیم از مجاهدین است. این ترس رژیمی ها را به اختلال حواس دچار کرده است. رژیم هر کاری بکند دودش به چشم خودش می رود. رژیم نمی تواند مجاهدین را درک کند، چون مجاهدین از عنصری برخوردارند که این رژیم با اون مطلقاً بیگان است، یعنی عنصر فدا. یک هموطن هم نوشته: خامنه ای از فلاکت و درماندگی نسبت به اشرفیان به هر خس و خاشاکی دست میزند. خامنه ای بی آبروتر از هر زمان به همراه وزارت اطلاعات ننگینش، این سر تروریست ترین وزارتخانه در نقطه ضعف مطلق قرار دارند و به هر جنایتی برای برون رفت از مشکلات فزاینده اجتماعیشون دست میزند. اما زمان سرنگونی خامنه ای نزدیکتر شده. و یک پیام دیگه، آخرین پیام هست، از هموطنی که نوشته: واکنش های رژیم و سربازان بدنام امام زمان در مقابل پیروزی های مجاهدین در سطح بین المللی دیدنی، چون دولت عراق را مجبور کردند تعهد بدهد که از حملات موشکی جلوگیری خواهد کرد.